ما اون موقع تو گروه بازیگران شهر بودیم، گروه داشتیم با آقای وانسیان. بعد گفتش که یه وامی از تلویزیون گرفته بود که فیلم بسازه، فیلم چشمه بر اساس نوشته چشمه حقنار. این رو در اصفهان و تهران، یه بخشایی رو در تهران یه بخشایی بیشترش رو در اصفهان بازی کردیم. آقای آرمان، آقای مشایخی، خانم مهتاج نجومی، چهار تا شخصیت داشت با من کار کردیم. این اولین فیلممون بود. یه فیلم متفاوتی بود، به طوری که اصلا دورمی حرکت نداشت. شبیه کار برسون بود. در واقع یه نوعی بازیگر هم اگه بازی میکرد، سعی میکرد که جوری بازی کنه که بازی نکنه. یه نوعی نابازیگر به نظر بیاد. یعنی بازی نمیکرد. مثلا آقای آرمان رو تو اون کار میبینی، اصلا یه آرمان دیگه است. یه آرمانی که خیلی طبیعی، راحت، یه جور دیگه بازی میکنه که سابقه نداره. چند روز خیلی محدود، نمایش محدودی داشت چون بله، صندلی ها رو هم پاره کرده. سینما کاپری بود فکر کنم. بذار بره، میخواد بره به شهر خدا، راهش رو نبند. مگه نگفتم این چاقو شرش رفته، نیکیش مونده؟ از این چاقو دیگه آدم نمیمیره. آقای عرفان بعد از انقلاب یه فیلم می‌خواست درست کنه، گفت هر سه نفرشان، راجع به جنگ جهانی دوم بود. یادم نیست، من چون توی یه سکانسش فقط بازی می‌کردم. یه شخصیت روسی بود، یه شخصیت انگلیسی بود، یه شخصیت، این سه تا شخصیت رو در واقع هر سهشون متجاوز بودن. اینا رو توی یه صحنه من بازی کردم که اصلا هیچی ازش نه فیلمو دیدم نه یادم مونده. سال 62 بود. من یادم تو کاخ گلستان داشتیم اینو تصویر برداری میکردیم. آقای حقگو اومد گفتش که ما بنیاد فارابی درست کردیم، اصلا سینمای ایران رو میخواییم متحول کنیم. و واقعا هم این کار اتفاق افتاد. یعنی سینمای نوین ایران رو پایش رو ریختن. ما هم استقبال کردیم و کمک کردیم. با اون موقع هم خب ما نسبتا جوان بودیم. تا مثلا سالی میشد که مثلا 4 تا 5 تا فیلم من کار کرده بودم، بازی کردم مثلا 64. رحم کنید قبلی عالم، از باغ لبها گل بریزید که از هیبت غضب شاهانه چیزی نمانده زهره نوکرها بترکد. اگر میل جهانگشای شاه بابا به گرفتن تاج و تخت امپراتور روز تعلق گرفته، به اشارت ابرو به جان نثار بفرمایید تا غلام پیشکش کند.
تیغی که به کمر امیر حربتان بستید شمشیر عباس میرزاست. آخر 63 بود، گنج رو با آقای سجادی کار کردیم. گنج بود، خط پایان رو کار کردیم با آقای علی طالبی، مردی که موش شد، با احمد بخشی که دستیار آقای حاتمی بود قبلا. اشتباه میکنین آقای قراد، تلفن من به خاطر چیز دیگه ای بود. میخواستم ببینم از این همه وسایلی که اخیراً وارد شده چه سهمی برای باشگاه ما در نظر گرفتی؟ مزاحم که نیستم. هرچی باشه من به اون وسایل احتیاج داریم آقای قراد. وقتی میخواستی از باشگاه کاخ بری باید فکر اینجاشم میکردی آقا. پس تو داری از قدرت تو فدراسیون برای تضعیف تیم ما استفاده میکنی. بچ کنن اینجا خلوتتر باشه براشون بهتره. بفرمایید. آقا ممار ببخشید، من که از خدا میخواستم مساله رو در اختیارت بذارم. نه جانم، ببین چی میگم، من که نمیخوام کار ساختمونم بخوابه. نه، موضوع امروز فردا کردن نیست، الان دستم خالیه. قبول کن که خالیه، صحبت یشه سنار که نیست. بکش کنار این کلاه وامونده رو، بوجندش داره منو خفه میکنه. قربان گوش میکنی؟ دست رئیس خالی؟ اصلا اصلی میام سر ساختمون با هم صحبت میکنیم. خیلی خوب باشه، خداحافظ. 64 همون اوایلش بود، شاید هم آخرهای 63 بود، رابطه رو کار کردیم با خانم درخشنده. بعد سراب رو هم تو همون 64 کار کردیم که من اونجا نقش اول داشتم. دارم یادم آقای مشایخی هم بازی کرد. گفتم چرا بازی کردی تو این کار نقش کوتاهی؟ گفت برای اینکه تو بازی کردی. ببین چقدر این مرد بزرگه، گذشت هایی داشته تو زندگیش که خیلی بازیگرای دیگه نداشتن. گفته بود چون فلانی نقش اول بازی میکنه من افتخار داده بود و اومده بود نقشی رو بازی کرده بود. ببین پسرم، تمرین برای تو خوبه، اما نباید مزاحم کسی بشی. فهمیدی چی میگم؟ صدای ضبط تو خیلی بلنده، همسایه ها ناراحت میشن. تو باید تمریناتت رو وقت مناسب انجام بدی. فهمیدی چی میگم؟ من نمیفهمم؟ تویی که نمیفهمی. اگه من شب تا دیر وقت دارم کار میکنم برای اینکه تو خونه راحت باشی. تو حتی رعایت احترام ظاهری رو نمی کنی. واقعا که خیلی مسخره. بده کارم شدی. مامان چی میگی؟ برم کن. سال 66 بود، 65 بود، تلسم رو با آقای داروشفرهنگ کار کردیم که فیلم خوبی در اومد. بهتر نظر من بهترین فیلم داروشفرهنگه. این اصلا یه اتفاق بود، همه چی جور شد با هم، از فیلم بردار گرفته تا طراح صحنه که آقای اثباتی بود، فیلم بردار که آقای زرین دست بود، بازیگرها که آقای مشایخی بود، خانم تسلیم بود، من بودم، آقای آتیلا پسیانی بود. این ترکیب به کمک اومده بود با کارگردانی خوب آقای فرهنگ، فیلم خوبی شد که منم اونجا کاندیدای نقش مکمل مرد شده بودم اون سال. شب 701 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، چنین بود داستان همسر فراری، تا معلوم شود که زنان را اعتماد نشاید. و اما داستان غلام رنجوران بود که او را بانوی بود در غایت وجاهت و ملاحت، و او را شوهری بود توانگر و محتشم، و این غلام به خدمت او در آمده بود تا بلکه هر روز به دیدار بانو برسد. خوابید شسته، خوابتان برد. مردی که موش شد و با آقای بخشی که کار میکردیم، بلا فاصله من اومدم سر صحنه باشو غریبه کوچک آقای بیزایی که اونجا نقش کوتاهی داشتم. ولی خب به هر حال به خاطر کارگردانی خوب آقای بیزایی میگفتن نقش خوب دیده شده.
کار فقط اوی نه بود. من از زمین جواب چی بدم؟ سکان جواب این مرد کیه؟ این مرد کیه؟ پدر بابال کجا بود؟ پی تو میگشتم. چقدر طول بگشه؟ بسه در بابو دست بده. سال 66 آقای یدالله صمدی میخواست ارومیه یه فیلم بسازه به نام ایستگاه که من نقش اصلیش رو بازی کردم. نقش یه مهندس نابغه‌ای بود که الکترونیک خیلی خوب میدونست ولی مشکل روانی داشت، یعنی رو بوردر لاین بود، اسکیزوفرن، دو قطبی بود که وقتی آگاه میشه میفته این بر خط، بعد دیگه منفجر نمیکنه ایستگاه. اصلاً معلوم هست چه مرکته؟ چی میخوای؟ میخوام تنها باشم، میخوام کسی کاری به کارم نداشته باشه، میخوام نه شما و نه هیچ کس دیگه تو کارم دخالت نکنن. مهمونم منتظرم. شبو بیا پایین خوش بگذرون، بعدم صحبت میکنیم. یلا برشو. چجوری حالیتون کنم پدر؟ حوصله‌شو ندارم، نه حوصله شما را و نه حوصله تحمل نگاه سنگین یه مشت انگل توفاله رو. خفشو کسافت. حوصله ندارم، حوصله منم سر بردی مردی که یه دیوونه. گم شو برو بیرون. آهای پسر، فردا حساب همه تو. و بعدش هم بهار در پاییز بود که با آقای فخیمزاده کار کردیم در کاشان، فکر کنم کار خوب بود. فخیمزاده خیلی بازیگر رو میفهمه، خیلی خوب راهنمایی میکنه، خیلی رابطش محترمانه است با بازیگران. پدر مادر آدم میمیرن و تو نمیتونی گریه کنی. باقس گلوی آدم رو میگیره ولی عشق آدم در نمیاد. دکتر معطری، خودم هم نمیتونم معالجه کنم. یه همچین وقت دست بدم میفهمی چقدر حالش بده. یکی کشتی آنجلیکا بود که با آقای بزرگنیا کار کردیم در جنوب که من نقش انگلیسی رو بازی میکردم. آقای ارجمند بود، آقای مهدی فتحی بود، یادش بود خیر. کشتی آنجلیکا جزو کارهای خوش ساخته چیزه، یعنی تن میزنه به کارهای با اون امکانات. ما کشتی درست کرده بودن، واسه کشتی بادبانی درست کردن. جلوه ویژه نبود که، کشتی بود که بادبان حرکتش میداد، شوخی نداشت. وزیر مختار موافقت فرمودن. ایشون ضمن اظهار تأسف از واقعه دستور دادن هرچه سریعتر اقدام کنن. چه خبر خوبی، از شما خیلی ممنونم. افسوس که این بیماری ما رو زمین گیر کرده. نگران نباشید، همین فردا شخصا با دسته ی سوارانم به کنگ خواهم رفت. در آنجا از نیروی دریایی امپراتوری خواهم خواست تا وجب به وجب آبهای خلیج فارس رو جستجو کنند. مطمئن باشید اونها رو پیدا خواهیم کرد. سال 67 بود که با آقای الوند شب حادثه رو کار کرد. داستان یه مردی بود که میشدید، یه نفر ناجه و مردانه بهش زده بود، در رفته بود و این پاش میشلید و حالا یکی زده به پسرش در رفته و این حالا سعی میکنه که انتقام شخصی بگیره، چون فکر میکنه که عدالت شاید نتونه، چون برای خودش این اتفاق افتاده بوده. بعد دیگه سعی میکنه که مثل فیلم های وسترن انتقام شخصی بگیره که خیلی جالب بود. جزو دیگه آخرین نقشای منفی بود که من بازی کردم. شوهر شما خانم پسر 10 ساله من کشته و فرار کرده. پمیر؟ بله، دوشنبه شب تو جاده رشت.
باورم نمیشه. حق دارین، چون ظاهر گولزنکی داره، با آدم کشان نمیاد. اونا باید خبیث باشن، زشت باشن، جوری که با یه نظر بشه فهمید که انسان نیستن. اما شوهر شما خانم این قاعده رو به هم زده. خوش قیافه است، مؤدبه، موقره. بار اول که چشمم تو چشمش افتاد یه آن شک کردم، اما وقتی دیدم حسابی خودشو باخته و برای یه گواهی نامه ناقابل حاضر 50,000 تومان بده، فهمیدم که خودشه، همون آدمه. خب شما جای من چی کار میکنین؟ جواب بدین خانم، با قاتل تن و فرزندتون چی کار میکنین؟ این قتل نیست، تصادفه. اون با فرارش بچه منو کشت. یه فیلم دیگه بود به نام راز کوکب که اینو ما تو پارک سایی گرفتیم. یک باغبانی بود که آقای کاظم معصومی هم کارگردانش، باغبانی بود که دخترش جزو این گروهک ها بود و اینا زمان شاه. بعد اینو باغبان رو میان تنزل میدن به سپور تو خیابون که ازش به صلاح چیز کنن دیگه، اذیتش کنن، و این میافته جویای آب و تمیز کردن و فلان اینا داستانه این بود. دخترش هم گم میشه و این همش دنبالش میگرده که پیداش کنه، ببینه کجا دفن شده و فلان. داستان این بود. کوکر، دلم برای تنگ شده خیلی، خوام ببینمت فقط یه بار دیگه، یه بار دیگه. تو برمیگردی سالم رفتی و سلامت برمیگردی. میدونم تو زنده ای، هیچ بلایی هم سرت نیمده، دلم گواه میده. آقای خاچیکیان ما رو دعوت کرد دفترش، دعوت کردن که یه فیلم میخواد بسازه به نام چاوش. ما سناریو رو خوندیم، دیدیم که این اصلا تو ژانر کارهای قبلی آقای خاچیکیان نیست، یه کار عرفانیه، یه آدمی که میخواد بره جنگلبانه، دوست حیوانات، بعد میخواد بره امام رضا، بعد فلان. تو ژانر اصلا آقای خاچیکیان نبود. بعدم بهش گفتم شما چرا این فیلمو میسازی؟ گفت برای اینکه تو ژانر خودم به من اجازه کار ندادن، مجبور شدم اینو کار بکنم. منم چون دوست داشتم برای با آقای خاچیکیان یه تجربه بکنم، خیلی من دوست داشتم، چون وقتی من یه نوجوانی بودم واقعا برای یه فیلمش 4 ساعت تو صف وایستادم. چهار حوادث بود، نمیدونم ضربت بود چی بود، اصلا خیابون بند اومده بود که الان اصلا سابقه نداشت. دوست داشتم این آدمو، چون آدم محترمی بود و خیلی هم با سواد بود. سال 70 بود که خانم فریال بهزاد میخواست در شاپرکا رو بسازه. نقشی در اون بود که منم در شرکت کردم. کار در واقع کودک و نوجوان بود، چون ایشون اصلا تو همون سب کار میکنه. اصلا پرسیده بودی که خانواده و بستگان ما کنستن، چرا ما اینجا تنها زندگی میکنیم و سالهای دیگه؟ حالا وقت جواب دادن به این سال هاست و من میخوام راز در شاپرکار رو براتون بگم. سال حدودا همون 70 بود که اوینار رو کار کردیم در کردستان با آقای شهرام اسدی. یه فیلم بود که قصه یک جمعی بود که از کشتار حلبچه شیمیایی نجات پیدا میکنن. نقش قاتلچی رو بازی میکردم که این گروه رو که همشون کور شده بودن به خاطر شیمیایی شدن، این تنها کسی بود که میدید و راهنما بود که اینها رو سعی میکرد که از مرز عبور بده بیاره این مر. داستان اینا بود. سک فدر دو تا راه داره، از کدومش باید بری؟ من هیچ وقت از این غار نیومدم، فقط شیدم که بیرون راه بره. از خدا ما را بیامرزه.
طرف فکر میکنم جریان خیلی دوره. سال 72 بود، آقای بهرانی میخواست که شریف بهرانی میخواست که روز فرشته رو کار کنه در باکو، قرار بود فیلم برداری کنیم. ما اینا رفتیم باکو، بعد از این مدتی اینا سه تا شریک بودن، آقای سیدی هاشمی و آقای افخمی و بکنم آقای هنرمند، به حال یه دفتری داشتن. راشایی که از آقای بهرانی میبینن اینا میگن که این فیلم مورد سلیقه ما نیست، کلا تعطیل میشه کار در باکو. بعد به من گفتن که تو حالا اینجا به حال رفتی باکو و اومدی و یه قسط گرفتی، بیا یه نقش پسر آقای انتظامی رو بازی کن، پسر بشارت. منم اون نقش رو توی برهه خیلی بدی که همسرم سرطان داشت و درست وسط این فیلم برداری بود که من جراحیشو دیدم و حالم بد شد و بلافاصله اومدم سر صحنه فیلم برداری. اون صحنه‌ای که گاف صندوقو باز میکنه این پسر رو، بعد روح آقای انتظامی میاد و تو اون اتاق میچرخه، اون صحنه رو بازی کردیم. در واقع همون صبحش من جراحی رو دیده بودم که اصلا نابود شده بودم، ولی خودم رو کنترل کردم و اومدم سر کار. خیلی هم لاغر شده بودم و در واقع تکیده. و بقیه داره این جانه 15 سال پس از تاریخ قرائت این وصیت‌نامه به طور مساوی بین نوه دختری و نوه پسری و فرزندان دختر کوچکم تقسیم خواهد شد. حضرات مردخور، من اون دنیام که باشم از پس شما بر میام. افتاد سفتش نیست. چرا دو تا کار با آقای لرستانی کردم، بلندی های صفر و عاشق فقیر. این دو تا کار معلوم بود که کارهای پرفروشی نخواهد بود اصلا، شاید اینا هیچ کدومش امکان نمایش پیدا نکرد. همه هم به من میگفتن که بازی کردن تو اینجور کارها خودکشیه، نکن این کارو. من گفتم نه، این فیلم متفاوتیه، یه دیدگاه شاعرانه ای داره این آقای لرستانی، خاص خودشه. اون زمانی بود که فیلم های اکشن مد شده بود که مثلا قهرمان داستان یه لوله بخوری دستش میگرفت میزد، یه تیر میزد همه میمردن. فیلم های اکشن اینطوری مد شده بود سینمایی رو. گفتم در مقابل اون سینمایی که مد شده اینا یه سینمای شاعرانه متفاوتی رو ایشون داره، وسوسه یه تجربه کردن کارهای متفاوت رو داشتن. این برام از جوانی مونده بود. تو این دوتا کار بازی کردم که واقعا هم راست میگفتم. بعدش باعث شد که من از سینمای ایران دور بشم. بلندی های صفر رو من کیفیت رو دیدم، خیلی خوبه. آقای تورج منصوری کار کرده بود. در واقع تورج یه جور مدیر هنری هم بود برای خودش، از اون نظر به اصطلاح پرداخت فیلم خیلی خوبه، ولی خب قصه خیلی سورئال و از جاهاش اصلا نمیفهمه تماشاگر. آیا واقعا این سوال اینقدر مهمه؟ ولی خب نمیشه منکر شد که مرگ ارتباط انسانها رو با جهان بیرون قطع میکنه. مثلا خود من از زندگی چی فهمیدم تا به خودم بیام توی یکی از همین جنگ ها کشته شدم، توی یکی از همین تجاوز ها و افسون طلبی ها. یه جا خوندم اگر انسان قلبشو با دل و جون در اختیار خدا قرار بده، مرگ در برابرش به زانو در میاد. انسان نه برای نابودی و مرگ، بلکه برای جاودانگی آفریده شده. سال 75 درست سالی بود که بعد از اینکه همسرم سال 74 فوت کرد برای سر سرطان و من خیلی لاغر و تکیده و چیز بودم، و اینم بگم در همزمان با عاشق فقیر بود که من یه پام سر صحنه بود در هشپر توالش، یه پام تهران بود بیمارستان بالا سر همسرم، که همزمان با اون فیلم، هنوز فیلم تموم نشده بود که همسرم فوت کرد. هفتم نشده بود که اومدم گفتم باید بیای سر فیلم برداری، گفتم که من رو حذف کنید نمیتونه.
گفتن نه باید بیای. حالا شاید هم یه حکمتی توش بود، رفتن سال فیلم بعدی خودش باعث میشد که من کمتر غم و غصه بخورم. ولی بعدش 75 آقای رفیع پیس بر اساس قصه پیراباد آقای بیزایی یک سناریوی نوشته بود به نام فصل پنجم که اون رو در عبیانه کار کردیم. کارگردانش خوب بود، فقط از آن سلیقه با فیلمبردار که آقای حقیقی بود اختلاف داشتن. این میخواست که دوربین رو دست بگیره و آقای حقیقی میگفت من نمی کنم این کار رو. آقای درویش من دعوت کرد، یه نقشی بود خیلی عجیب غریب بود، یه پیر دانایی بود که برای رستاخیز بازی بکنیم که این رو توی شهداد نزدیک کرمان گرفتیم که تو نسخه بلندش نیست. این پیر جالوس نمیدونم یه اسم خیلی اینجوری داشت، ولی تو نسخه بلندش این هست. چون فیلم خیلی طولانی شد، بعد اومدن یه مونتاژی کردن، کوتاهش کردن، که من از دفترشون پرسیدم که بالاخره من تو این فیلم بودم یا نیستم، میخوام از کاریر کاری خودم حذف کنم یا بذارم. گفتن نه، تو نسخه بلند شما هستی، تو نسخه کوتاهش نیستی. طلایه‌دارشان کیست؟ او که در مکه کعبه ی ناطقش میخوانند. کیست اول بچکن؟ ابراهیم. و اساس دین عدالت است. و حسین به کوفه میآید تا عدالت برپا کند و حکم خدا را جاری سازد. آری نشنیدم. عدالت! ما مسلمین را عزت، فقرا را ثروت، امیران را غرور و نام عرب را در جهان پرآوازه کردیم. آنگاه حسین آیین پیامبر را بر باد رفته میپندارد. تو همزاد شیطانی. سروری سزاوار کسی است که بی محابا بر خصم خلافت عالمگیر یزید اسب بتازاند. روی که بعد کار کردیم خفگی بود، کارگردانش آقای جیرانی بود. یه فیلم دیگه بازی کردیم، قاتل اهلی آقای کیمیایی بود که هنوز به نمایش در نیامدن اینا. یه فیلم دیگه کار کردیم با آقای جعفری جوزانی، پشت دیوار سکوت، که اینم هنوز به نمایش در نیامده، راجع به مسائل ایدز و اینا بود. مشرقی رئیس بخشه، با سابقه و با سواده. اون همیشه قبل از من مقدمات درمان انجام میده. مریض رو چند روز تحت نظر میگیره، به دقت مراقبت میکنه، گزارش مینویسه. من با خوندن گزارشات مشرقی درمان انجام میدم. آدم این که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی آدم این که خودش به خواب زده چطوری میخواد بیدار کنی؟ استاد درگیری میشه گفته باشم. نه علی جان مواظب باش، این پوست خربزه است. بچه ها کار دست خودشون میدن و برو آرومشون کن. چرا باید آرومشون کنم؟ کجای حرف اینا غیر منطقیه؟ سر اجده یه جای دیگه است. علی اینا نشه مثل جنجالی که سر آمپولای فاکتور 8 با خورده فروشای ناصر خسرو راه انداختی. برو آرومشون کن. برو بسر. سال 95 با آقای صادق پروین آشتیانی یه فیلمی کار کردیم، تو زمینه های دفاع مقدس بود. پدری که دنبال فرزند گم شدهش میگرده که هنوز باز نگشته. داستان جالبی داره، از تو خرابه های جنوب شروع میشه، چون دنبال نشانه های پسر میگرده، بس به شمال ختم میشه توی اون فضاهای زیبای شمال، که این هم هنوز نمایش داده نشده. حتما باید بریم اون در رو پیدا کنیم بابا جون. حالا اومدیم در رو پیدا نشد، اون وقت چی؟ حکایت ناخودسی های دیگه. خدا بعضی رو با داشتن بچه امتحان میکنه، بعضی رو با نداشتن. دریافتم هر چه هست همانجاست.
اینجا و روی زمین خبری نیست. قاتل اهلی آقایی که میایی رو من ندیدم، به دلیل اینکه مسائلی پیش اومد، صحبتهایی شد اینا، من فکر کردم که تو جشنواره فضای ملتهبی بود، من دوست داشتم تو اون فضا ملتهبی جشنواره این فیلم رو ببینم، چون اونجا که وارد میشی واقعا سوالات عجیب غریب از آدم میکنن، منتظرن تو جواب بدی، هرچی بگی بعد حاشیه درست میشه. من اصلا اهل حاشیه نیستم. صبر کردم که وقتی آقای کیمیایی فیلمش اکران شد دیگه فهمیدیم که این فیلم فایناله، اختلافی سرش نیست، برم فیلم رو ببینم. ولی خود آقای کیمیایی میگفتش که خوب بازی کردی، تو انجمن منتقدین همین چند ماه یه ماه پیش به عنوان کاندیدای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از طرف منتقدین سینما ایران انتخاب شده. چرا حواست به هوا نیست؟ یادیدی تنها شدی، دریغ از آدم. چی داری؟ یه تن و هزار تا خنجر رو بسته. اگه اونی که میگم سر جاشه من میبرم. شما که من میشناسی، حروم تو گلوم خفم میکنه. این تکلیفه که دارن میدازنه تو پولشویی، جربی که خودشون دارن، اما داره سیاسی میشه. اون دادگاه از یه ورق پرونده پولشویی هم نمیگذره. کار به مجلس رسیده، بترسی دیگه تموم.